سرخط خبرها. انفجار در کابل دو زخمی بر جا گذاشت. مسئول استخبارات طالبان در ننگرهار میگوید بیش از 100 جنگجوی داعش خود را تسلیم کردند. و طالبان خانه‌ها و موتورهای شخصی مقامات حکومت پیشین را باز می‌گردانند. سلام به خبر این ساعت از کانال اپریشن نیوز، با من علی رادمهر خوش آمدید. حالا توجه نمایید به مشروعی خبرها. جنرال مبین سخنگوی پلیس کابل میگوید که بعد از ظهر امروز در منطقه بازار مجاهدین در ساحه قوای مرکز از مربوطات ناحیه دوم شهر کابل ماین مغناطیسی موتر رنجر طالبان را هدف قرار داده است و گفته او در این انفجار دو منصوب امنیتی زخمی شدند. ریاست استخبارات طالبان در ننگرهار میگوید 100 جنگجوی داعش خود را به این گروه تسلیم کردند. محمد بشیر به خبرگزاری چینی شنهوا گفت که این افراد صبح سه‌شنبه در شهر جلال آباد مرکز ننگرهار به طالبان پیوستند. ننگرهار در شرق افغانستان پایگاه اصلی شاخه خراسان داعش محسوب می شود. سازمان ملل متحد می گوید داعش در حال حاضر در همه ولایت های افغانستان فعال است. در هفته های اخیر طالبان عملیات را بر مخفیگاه های این گروه در قندهار راه اندازی کردند. این گروه مسئولیت بیشتر حملات مرگبار اخیر بر مساجد شیعیان در قندهار و قندوز و انفجارهای اخیر در مناطق هزارنشین غرب کابل را به عهده گرفته است. قتل‌های هدفمند در شرق افغانستان به خصوص در ولایت ننگرهار هم به داعش نسبت داده می‌شود، هرچند گفته می‌شود تعداد زیادی از ترورهای هدفمند توسط طالبان برای انتقام‌گیری از افسران و مقام‌های حکومت پیشین انجام می‌شود. دولت آمریکا روز دوشنبه نام رهبر و 3 عضو برجسته شاخه خراسان داعش را در فهرست سیاه تروریستی قرار داد. وزارت امور خارجه این کشور با انتشار بیانیه‌ای گفت که ثناءالله غفاری که به نام شهاب المهاجر شناخته می‌شود، رهبر کنونی داعش در افغانستان است. طالبان اعلام کرده که فعالیت داعش را در افغانستان مهار خواهد کرد و افزایش فعالیت این گروه را بزرگنمایی و تبلیغات خوانده است. شورای وزیران حکومت سرپرست طالبان هیئت را برای بازگرداندن خانه‌ها و موتورهای شخصی مقامات حکومت پیشین تعیین کرده است. محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان در نشست شورای وزیران که روز سه‌شنبه دوم قوست برگزار شد، مولوی عبدالسلام حقانی را بر ریاست این هیئت گماشته است. قرار است این هیئت خانه‌ها و موتورهای شخصی که از مقامات حکومت پیشین به جا مانده‌اند و یا هم مالکان آنان مشخص نیست را تثبیت و به مالکان آن برگرداند. در ترکیب این هیئت نمایندگان از وزارت داخله، وزارت دفاع، ریاست استخبارات و شهرداری‌ها حضور دارند. این در حالی است که در پی تحولات زودهنگام در کشور، شمار زیاد از مقامات پیشین حکومتی خانه‌ها و موتورهای شخصی خود را رها و کشور را ترک کردند. در روزهای پس از سقوط نیز دیده می‌شد که بیشتر نیروهای طالبان از موتورهای شخصی مسئولان در گزمه‌ها استفاده می‌کردند. و در آخر، معین وزارت خارجه طالبان در سفر به ولایت نیمروز از تسریع روند کار بنده کمال خان اطمینان داده است. بنده کمال خان 18 ماه پیش توسط اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان افتتاح شد. عباس استانگزی در بازدید از این پروژه گفت که طالبان از این بند در مرز ایران محافظت خواهد کرد. این در حالی است که طالبان در 20 سال گذشته مانع اصلی سر راه تکمیل بسیاری از پروژه‌های زیربنایی افغانستان از جمله بنهای آب این کشور بودند. در دوران ساخت این بن 20 نفر از نیروهای محافظان کشته و 18 نفر زخمی شدند. ساخت بخش سوم بند کمال خان در بهار سال 1396 شروع شد و بودجه ساخت آن 78 میلیون دلار اعلام شده بود. آبگیری کامل این بند در ماه دلو سال 1399 آغاز شد و گفته مقام‌های حکومت پیشین این بند بیش از 184 هزار هکتار زمین را آبیاری و بیش از 9 مگاوات انرژی برق تولید خواهد کرد. سپاس از توجهتان. تا خبر دیگر، وقتتان خوش.